و اما خبری از کشور هندوستان. صبح امروز شنبه برابر با 24 تیر ماه 1402 کنفرانس بزرگی در تالار امامیه دهلی نو برگزار شد و علما و نمایندگان شیعیان از سراسر هند در این کنفرانس شرکت یافتند. هدف اصلی این کنفرانس گرد همایی علما از سراسر کشور هندوستان برای گفتگو درباره رفاه شیعیان هند بود. حدود 100 عالم از منطقه های کشمیر، کارگیل، بمبئی، اتارپرادش، دهلی، بیهار و سایر ایالت ها صبح امروز شنبه در این کنفرانس شرکت نمودند و مشکلات جامعه شیعیان در منطقه خود را مورد بحث قرار دادند. از جمله موضوعات اصلی این کنفرانس قانون مدنی یک نواخت UCC بود که دولت فعلی هند قصد دارد آن را بر قانون اساسی فعلی تحمیل کند که علمای شیعه هند به شدت با اجرای این قانون مخالفند. شایان ذکر است که با اجرای قانون UCC تمام حقوقهای فردی مذاهب و آیین‌های مختلف سلب می شود و از این پس همه مردم هندوستان فارغ از اینکه مسلمان، شیعه، مسیحی، هندو یا سیک باشند در مواردی مثل تقسیم ارث، ازدواج و طلاق طبق یک قانون واحد عمل می کنند. موضوع دیگر این کنفرانس درخواست نمایندگی شیعیان در حوزه‌ها و ادارهای مختلف حکومت مرکزی و ایالتی هندوستان بود. حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظما شیرازی نیز با حضور در این کنفرانس اطلاعات مربوط به نمایندگی شیعیان در دولت مرکزی و ایالتی را ارائه کرد و از نمایندگان خواست تا موضوعاتی را در ایالت‌های خود مطرح کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید سیف عباس نقوی مدیر دفتر آیت الله العظما شیرازی در هند که از برپا کنندگان این همایش بود به نمایندگان شیعیان که در همایش امروز شرکت داشتند قول داد که موضوعات مطرح شده در این کنفرانس را به صورت تفاهم نامه در اختیار دولت مرکزی و ایالتی هندوستان قرار دهد. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظما شیرازی در هند و از ایشان پرسیدم علت مخالفت علمای شیعه هندوستان با اجرای قانون UCC چیست؟ پاسخ ایشان را با هم ببینیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علت مخالفت علمای شیعه از این قانون و اجرای این قانون جدید این است که این خلاف قانون اساسی دستورالعمل هندوستان است، چون قانون اساسی هندوستان این آزادی را و این حق را به تمام شهروندان هندوستان می دهد که طبق آیین خودشون و طبق مذهب خودشون را طبق شریعت خودشون را در هندوستان در هر نقطه هندوستان که هستند زندگی کنند و این قانون اجازه می دهد که طبق این اجازه و این آزادی بتونن ارث خودش را در مورد ازدواج، در مورد ارث، در مورد مسائل دیگر، مسائل قومی اقدام کنند و زندگی کنند. این قانون جدید می خواهد تمام این آزادی را از یک فرد هندی سلب کنه. این فقط مشکل فقط مال مسلمانان نیست، این مشکل برای سیکا هست، مشکل برای مسیحیان هست، حتی برای خیلی از قشرها و خیلی از طبقات هندوها هم این قانون مشکل ساز خواهد شد. لذا یک فرد که بخواد دوتا ازدواج کنه نمیتونه ازدواج کنه، میخواد میراث رو طبق دستور شرعی اسلامی تقسیم کنه نمیتونه. لذا تمام این مشکلات به وجود خواهد اومد و مشکل این است که اصل نیت حکومت فعلی از اجرای این قانون هم این نیست که میخواد همه شهروندان رو یکی کنه، فقط به خاطر این است که به اختلاف بین هندوها و مسلمانان را به اسم این قانون و اجرای این قانون اختلاف را ایجاد کنه و بتوانه در انتخابات سراسری سال آینده از این سوء استفاده بکنه. لذا
علمای شیعه در دهلی جمع شدن و با هم اتفاق رای پیدا کردن که علیه این قانون در دادگاه و جاهای دیگه اعتراض خواهد کنند و با همکاری با قوام دیگه، حتی با سیکها، با هندوها، با مسلمانان و مذاهب دیگر هم همدست خواهند شد تا به دولت این اعتراض را ثبت نمایند که این قانون خلاف آزادی ملی و آزادی حقوقی و آزادی مذهبی شهروند هندی هست که طبق قانون اساسی بهش داده شده است. شیخ مصطفی ادیب هندی از کشور هندوستان با ما بودند.